جانم از عجل نک جان ببر، آذرش و زنده زاندم باز مرد. حالا چی میگه؟ اولا که این کاری که تو با من کردی، دو ساعت مادر این کار نکرده با یعنی من از مادر زاییده شدم، مادر منو زاییده، ولی این زایشی که دوباره پیدا کردم اصلا قابل مقایسه نیست با اون زایش. اون زایش، زایش حیوانی بوده، توی عرصه ساعت حیوانی من اتفاق افتاده، ولی این یکی در ساعت انسانی من اتفاق افتاده. یعنی در این زایش دوباره من اسمش زایشه، برای همین با مادر مقایسه کرده، میگه در این زایش دوباره اصلا قابل مقایسه نیست با اون زایش. پس دو ساعت مادر نکرد. همون کاریست که عیسی یا عیسی با افسونش، چون عیسی یه وردی میخوند مرده زنده میشود، میگه عیسی از افسونش با آذر نکرد. آذر اون آدمی بوده که زنده شده. پس این کاری که الان، اتفاقی که برای این مهمان افتاد که به اون خودش آگاهیش رسید، میگه که این به من یک تولد دوباره داد، تولدی که مادرم به من نداده بود، یا جان دوباره‌ای که عیسی به اون آذر داده بود. چرا؟ میگه که از تو جانم از عجل نک جان ببر، یعنی الان که این اتفاق برای من افتاد، من از عجل دیگه معصوم شدم، از مرگ مسون شدم، از دایره مرگ رفتم بیرون. تا الان من همش میترسیدم چون مرگ رو پیش رو میدیدم، ولی الان طوری زنده شدم که از این دایره ای که مرگ دور من کشیده بود، هر طرف میرفتم لاجرم باید به مرگ میرسیدم، از این اومدم بیرون. از تو جانم از عجل جان ببرد، نک یعنی اینک، همین الان اینهاش، من الان دیگه از مرگ نمی ترسم. آذر ار شد زنده، همون آدمه، اگه عیسی زندش کرد، آذر ار شد زنده زان دم، یعنی دم عیسی، باز مرد. چون که عیسی اینو حیوانی زنده کرده بود، جان حیوانیش که رفته بود دوباره بهش برگردون، پس دوباره این در معرض مرگ خواهد بود، باز میمیره این آدم، چون که جان حیوانی ما به تنمون بستگی داره و این مرگ محتومه، حتما پیش خواهد اومد. خب پس این زایش دوباره، عمر دوباره‌ای به من داده که من از مرگم جستم دیگه، چون که دیگه من میبینم من این تنه نیستم، من خودم رو پیدا کردم. من تا الان فکر میکردم من این تنه، قصم گرفته بود که من این تنه به زودی از بین میره، حالا 100 سال 90 سال این خواهد رفت و این منو میترسون. الان ولی فهمیدم که این من این نبودم و اونی که فهمیدم هستم، اون مرگ توش نیست دیگه. مشخص شد دیگه این آذر و مازر. خب گشت مهمان رسول آن شب عرب، شیر یک بز نیمه خورد و بسلم. همون آدم بود که شیر 7 بز خورده بود، امشب دیگه شیر یک بز رو نصفه خورد، نصفش رو خورد. کرد الهاش بخور شیر و رقا، گفت گشتم سیر والله بی نفاق. تعارفش کرد، گفت آقا تعارف نکن بخور. الها یعنی اصرار، اصرار کرد بخور، گفت والله سیر شدم.
این تکلف نیست، نه ناموس و فن. سیرتر گشتم از آن که دوشمن. این که تکلف نیست یعنی تعارف نمی کنم، تعارف نمی کنم، ناموس و فن هم نیست، یعنی فیلم در نمیارم، بازی نمی کنم، رول بازی نمی کنم، واقعا سیر شدم. حتی سیرتر گشتم از اون که دیشب بودم، چون که دیشب چه فرقی داشت با امشب؟ امشب چشمش سیر شد، دیشب ولی سعی میکرد معده‌اش سیر بشه. بین این دوتا این فرق معنا و ظاهره، یعنی فرق این هست که من باطنم سیر بشه یا ظاهرم سیر بشه. این تکلف نیست، تکلف اون چیزیه که مال بیرونه، تعارف این چیزی که تظاهر نیست و من سیر شدم. اگه یادتون باشه دو سه هفته پیش یه بیتی داشتیم که میگفت سیری از حق است لیک اهل طبع، کی رسد بی واسطه نان در شب. که یه بیت دیگه هم بعدش داشت، لطف از حق است لیکن اهل تن، در نیابد لطف بی پرده چمن. اونجا توضیح دادم این مسئله رو که اینها لطف، گرسنگی، سیری، اینا همه یک معنایی داره، معناش اون چیزی است که در درون ما جاری است، منتها ما اهل تن هستیم، ما به واسطه چیزها به این چیزها پی میبریم و وقتی اهل معنا شدیم اون وقت به پشت این ظواهر میرسیم، اونجا دیگه احتیاج نیست من شیر هفتا بزو بخورم تا سیر شم. این سیری میاد در وجود من. خب